طالبان افغانستان در تازه ترین آمار از شمار جانباختگان ناشی از برف و کولاک و سرمایه کم سابقه در افغانستان اعلام کردند که تا کنون دست کم 104 نفر بر اثر سرما در مناطق مختلف این کشور جان خود را از دست داده اند و ده ها خانه نیز زیر برف بر سر خانواده ها آوار شده است. همچنین ده ها هزار رأس دام و طیور مردم سرمازده افغانستان که نقش حیاتی در امرار معاش این مردم فقیر دارد بر اثر شدت سرما تلف شده است. بیشترین تلفات و خسارات وارده بر مردم در ولایت‌های جوزجان، سرپل، فاریاب، بدخشان، نیمروز و بادغیس گزارش شده است. 28 کشور غربی عضو ناتو به بهانه نجات مردم افغانستان به این کشور حمله کردند. 20 سال این کشور را اشغال کردند و منابع عظیمی از این کشور به غارت بردند و نهایتاً هم یک سال و نیم پیش بدون اینکه حتی ذره ای امنیت و توسعه برای افغانها بر جا بگذارند، ویرانه ای تحویل مردم این کشور دادند و آنها را در اوج مظلومیت، فقر، ناامنی و بی سر و سامانی تحت اشغال گروه تندروی طالبان رها کردند و رفتند. امروز که افغانستانی ها برای نجات از سرما و گرسنگی چشم به دست کمک جهانیان دوخته اند و فریاد کمک سر می دهند، گوش ناتو گویا دیگر صدای افغانستانی ها را نمی شنود. مردم افغانستان در شرایطی با فقر، کمبود بحرانی و کشنده سوخت و تجهیزات زمستانی مواجه هستند که میلیاردها دلار از پول مردم این کشور نزد آمریکا بلوکه شده و اجازه دسترسی به آن را ندارند. آقای قربانعلی اسماعیلی فعال حقوق بشر از لندن با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان و بینندگان شما. زنده باشید. چه اقداماتی برای خانواده های متضرر از سرما و یخبندان انجام شده؟ بفرمایید. با کمال تأسف تا اونجایی که من میدونم در جریان هستم کاری خاصی نشده. اول اینکه طالبان توانایی و تخصصی این کار ندارن. دوم اینکه این گروه حاکمه به فکر مردم جامعه و کشور نیستن. اونها فقط به فکر اینن که چطور چند روزی اون چند نفر دادسته خودشون یک سالها فقط آدم کشتن و جنگیدن و در کوها بودن، یه چند روز هم سر قدرت باشن و از مزایای دولتی و امکانات بیت المال استفاده سو بکنن. چون ببینید فعالیت کار کردن و اداره مملکت به خصوص در حالات غیر مترقبه، حالات بحرانی که کار هر کس نیست، تخصص نیاز داره، کار نیاز داره، تجربه و توانایی نیاز داره، این گروه متاسفانه از اونا محرومه. حتی کشورهای پیشرفته، نظامهای باثبات هم گاهن در مقابل اینطور حوادث عاجزند. پس ما چطور توقع داشته باشیم از یک گروهی که هیچ گونه تجربه کاری در این قسمت ندارن بتونن به مردم در اینطور حالات کمک بکنن یا به داد آنها برسن؟ تا اونجایی که من میدونم متاسفانه کارهای خاص صورت نگرفته. اگر هم شده، شاید برای چند نفر چادرنشین و کوچی یا عشایرنشین اطرافشان یه چیزهایی ممکن برده باشن، یه چند گونی آرد و یه چند بطی روغن اینو توجیه کرده باشن، کاری دیگه ای فکر نمی‌کنم کرده باشن. بله، ممنوعیت اشتغال بانوان مخصوصا در سازمانهای بشردوستانه چه تأثیری بر روند امدادرسانی ها داشته؟ خب این ممنوعیت فقط مشکل در این قسمت ایجاد نکرده، بلکه در کل یه فاجعه هست، یه فاجعه این خلق کردن در سرتاسر مملکت، در تمام ابعاد، در تمام سطوح و از هر نگاه که ببینیم یه فاجعه هست. ببینید همین آمار که شما این الان میگن 104 نفر با گفتی خودشون تازه جانشون از دست دادن، این آمار رو اینا کجا باید سوردن؟
از توسط کدوم رسانه، کدوم مطبوعات، کدوم گزارشگر. وقتی نیمی از گزارشگران، نیمی از اول اینکه در همون اول ایده کثیر از گزارشگران، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران وطن رو ترک کردن، مملکت رو ترک کردن. ایده هم که بعد دلیل موندن، حالا نصفی اونا رو خانشین کردن. خود همین آمار رو باید یک سوال بکنه از اینا کجا باید آوردن. 104 نفر در یک کشور مثل افغانستان چیزی نیست متاسفانه، عدد نیست. در همچه حوادیسی این تعداد نفر در کشورهای جهانی اول اتفاق میفته، در کشور همسایه ما نظیر جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان و کشورهای همسایه ما همچون تعدادی از آدم ها تلف میشن وقتی همچون با همچون حوادیس رو برون میشن. افغانستان که من مطمئن تعدادش خیلی بیشتر از این هاست. پس این آمار خودش غلطه. همین آمار رو باید ببینیم کجا اینه بده سوردن. داشتم عرض میکردم در قسمت خانم ها ببینید دلیل این که این هم آدم تلف میشن دلیل نداشتن امکانات هست. وقتی شما نصفی از جامعه رو فلج بکنید، یه تعداد قابل توجه از افراد و باشندگان این مملکت رو که بانوان باشه شما خانشین بکنید، امکانات اون چیزی که بود قبلا اونم نصف میشه. پس طبیعیه که مردم بدلی نداشتن امکانات، بدلی نداشتن امکانات گردش یا غذا و مواد بهداری و اینا از بین میرن. این یه تأثیر فوق العاده در تمام ابعاد زندگی مردم افغانستان داشته. پس میشه گفت که این حوادثی که افغانستانی ها باهاش دست بر نمی کنن فقط بلای طبیعی نیست، یک قسمتی از عوامل خود این طالبان درست کردن به دلیل اینکه مردم رو نمیگذارن مردم خودشون کار بکنن، برن بیرون با دست و بال خودشون یه چیزی را پیدا بکنن که با اون زندگی بکنن. اینا مردم رو یه چوکات گذاشتن اونجا، یه فرم گذاشتن، گفتن که شما از این فرم چوکات بیرون نرید، چیزی که ما دادیم همونو بخورید، چیزی که ما دادیم همونو استفاده بکن، حق دیگه نداره، خودتون از جایی که میتونید برس بیارید. یه فاجعه عظیم متاسفانه هست در این فصل و حتی من باید بگم که این اولی کاره. ما باید آینده این کار در نظر داشته باشیم که ببینیم از این بعد چه اتفاقاتی متاسفانه ممکنه که رخ بده. بله، با تشکر از آقای قربان علی اسماعیلی که از لندن با ما همراه بودند.